سلام، بدون شک یکی از تلخ‌ترین تصاویر ثبت شده در تاریخ ایران این عکسه که صحنه ورود مسبب تمام مشکلات چهار دهه گذشته به ایران رو نشون میده. ما در این سری از برنامه‌های بی پرده به دنبال این هستیم که ببینیم چه عواملی دست به دست هم داد و به خمینی کمک کرد تا به این صحنه رسیدیم. در برنامه گذشته به سه عامل مهم تیتروار اشاره کردیم. 1. مذهبی بودن جامعه ایران. 2. زد و بندهای پشت پرده با قدرت‌های بین‌المللی. و 3. عکس‌العمل‌های شاه نسبت به خمینی. از عامل اول شروع می‌کنیم که مذهبی بودن جامعه ایران بود. در اون زمان مذهب که در بین توده‌های مردم جاذبه داشت، یک خصلت ضد دیکتاتوری پیدا کرده بود. تو برنامه گذشته گفتیم که اصلا خود شاه بعضی جاها برای تبلیغات خودش از آیین‌های اسلامی استفاده می‌کرد، از آن پخش می‌کرد، زیارت می‌رفت. درسته بگی که منم مسلمونم و یه جوری مخالفت‌های مذهبی‌ها رو با خودش کاهش بده. ولی خب این نمایش‌ها دردی از شاه دوا نکرد. چون از اون طرف ولخرجی‌های دربار و تقلیدهای غلیظ شاه از رفتار غربی‌ها توی ضیافت‌ها و مهمانی‌ها فقط باعث افزایش تنفر مردم از شاه می‌شد. I watched President Carter on TV toasting the Shah on New Year's Eve. به نظر من یکی از مضحک‌ترین صحنه‌هایی بود که در عمرم دیده بودم. به خصوص موقعی که شاه جام شامپاینش رو بالا برد. باورم نمی‌شد. حالیش نباشد که در یک کشور مسلمان دارد یک عید آمریکایی را با مشروب جشن می‌گیرد. عجیب احمقانه بود. یعنی هیچ چیز راجع به مردمش و کشورش نمی‌دونست. خب این رفتار شاه علاوه بر کنترل شدید ساواک بر گروه‌های مذهبی و سرکوب عمومی باعث شده بود که در قیام‌ها انگیزه مذهبی جای خودش رو باز کنه و البته خب همین هم به خمینی فرصت داد که روی قیام‌ها و موج انقلاب سوار بشه. خب مگه مجاهدین هم مسلمان نبودن؟ پس چرا این فرصت رو مجاهدین نتونستن استفاده کنن؟ مجاهدین هم البته محبوبیت زیادی داشتند، اما دو نکته رو نباید اینجا فراموش کرد. اول اینکه رهبران اصلی مجاهدین همه در زندان بودند و دوم اینکه در سال 54 مجاهدین به دلیل ضربه اپورتونیستی در یک دوره متلاشی شدند. بنابراین راه برای خمینی و شبکه آخوندیش باز شده بود. بعد خمینی مگه نرفته بود عراق؟ پس چطوری خمینی مطرح شد؟ خب نه، درسته که خمینی توی عراق بود، ولی شبکه آخوندی گسترده‌ای در سراسر ایران وجود داشت که دنبال روش بودند. آخوندها در جامعه مذهبی اون روزگار کنترل مساجد، تمام مراسم سنتی عام از تشییع جنازه ها، مراسم چهلم، اعیاد مذهبی رو توی دست داشتند. و خمینی از طریق اونها میتونست خودش رو تبلیغ کنه. به طور خاص بعد از اومدن کارتر و اجرایی کردن سیاست حقوق بشرش که شل شدن تیغ سرکوب رژیم شاه رو به همراه داشت، خمینی هم به آخوندهایی که دنبال روش بودند پیغام داد که شما هم تو منبرهاتون اشغال کنید. و بعد هم که منبرهای آخوندهای سرشناس مثل خود خمینی ضبط میشد و با نوار کاست‌ها بین مردم دست به دست میشد. اگر اینا دستشون رو سایهشون رو از روی سر اینها بردارن، مردم اینا رو پوستشون رو میکنن. پارامتر دوم برای ظهور خمینی زد و بندهای پشت پرده ای بود که بعد از سفر خمینی به فرانسه انجام گرفت. ماجراهای گوادروپ و ملاقاتهای پشت پرده فرستادگان دولتهای خارجی با خمینی در فرانسه که خودش موضوع یک برنامه کامله. عامل سوم هم واکنش‌های شاه به خمینی بود که خودش باعث مطرح شدن خمینی شد و این موضوع رو می‌خوایم توی این برنامه بیشتر بپردازیم. ببین، ولی وقتی خمینی در تبعید بود، تو ایران هم نبود، چه دلیلی داشت که شاه بهش واکنش نشون بده؟ ببین، یکی از صفات بارز خمینی فرصت طلبی بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که خمینی دید که بعد از اومدن کارتر دیگه از شلاق و اعدام خبری نیست و خزینه‌ای براش نداره و از داخل هم مرتب براش پیام می آوردن که فضا تغییر کرده، خمینی هم به مناسبت‌های مختلف شروع کرد به سخنرانی‌های اعتراضی علیه شاه که توی اونها هم به این تغییر شرایط اشاره می‌کنه. در این حالی که بحثنامه از دولت منتشر شده است و به همه بازارهای ایران منتشر شده است که هر کس تحصیل بکند این
مثلا چه خواهد شد و چه خواهد شد، معذالک بازارها حتی بازار تهران که ملموس خودشون هست اعتنایی به این حرف نکردن، مردم دیگه اعتنایی به این قار و غورها نمی کنن، به این شاد تشوت ها دیگه حالا اعتنا نمی کنن. این اعتناها سابق بود که مردم را می ترسوندن و مردم هم خیال می کنن. حالا مردم دارن کشتن می دن و معذالک اعتنایی به این حرف ها ندارن. مرگ مصطفی خمینی یعنی پسرش یک فرصتی برای خمینی ایجاد کرد که بعدها خودش از مرگ پسرش به عنوان یکی از الطاف خفیه الهی نام برد، چون به این مناسبت چندین مجلس ترحیم در نقاط مختلف ایران برگزار شد. خمینی هم پیام‌هایی به داخل کشور فرستاد که در اونها به شخص شاه هم حمله کرده بود. این پیام‌ها به صورت اعلامیه و نوار کاست در داخل کشور پخش شد. وقتی این خبر به دست شاه رسید خیلی به شاه برخورد، چون تازه بعد از سفر کارتر به ایران بود و شاه هم بعد از اون جمله معروف کارتر که گفته بود ایران جزیره ثبات منطقه است خیلی به خودش مغرور شده بود. ایران به دلیل رهبری شاه جزیره ثبات در یکی از بی ثبات ترین نقاط جهان است. خلاصه چند روز بعد از سفر کارتر به ایران بود که شاه دستور داد جواب متقابلی به خمینی داده بشه. به همین خاطر هویدا ترتیب نوشتن این مقاله رو میده و بعد هم به داریوش همایون که اون زمان وزیر اطلاعات و جهانگردی بود میگه که باید این مقاله در روزنامه اطلاعات چاپ بشه. شاه هم هیچ حمله‌ای رو بی پاسخ نمیخواست بگذاره، حتی اگر در کاناکسی افریقا یه روزنامه به ایران حمله میکرد باید مثلا در روزنامه کوشش اون زمان بهش جواب میده. هیچ کاری بی‌معنی بود و دستور داد به هویدا که با سواک هم صحبت کردن و به نصیری هویدا با هم که جواب خمینی رو بدید. حالا چون مرده است میگویم نامش رو، به یکی از روزنامه‌نگار قدیمی به نام علی شعبانی که لابد قبلا هم از این ماموریت ها بهش میدادن، به او گفت که مقاله بنویسه. این مقاله که با نام نویسنده مجهول احمد رشیدی مطلق در نشریه اطلاعات چاپ شد، فرصتی رو به دست مردم قم داد تا به خیابون بیان و قیام 17 عده مردم قم راه بیفته. در این تظاهرات معترضین خشمگین با نیروهای شهربانی درگیر میشن و به دفتر حزب رستاخیز و روزنامه اطلاعات در قم حمله میکنن و با شلیک نیروهای شهربانی چندین نفر از مردم کشته میشن. در واقع انتشار این مقاله و واکنشی که نسبت به اون به وجود اومد دوباره اسم خمینی رو بر سر زبون‌ها انداخت. آها، ببین، پس در واقع این خود شاه بود که اسم خمینی رو دوباره توی جامعه مطرح کرد، درسته؟ بله، شاه مغرور یکی از کسانی بود که به مطرح شدن نام خمینی به صورت گسترده توی جامعه کمک کرد. بعد واکنش خمینی به این قضایا چی بود؟ خمینی هیچی، مثل همیشه مراقب بود که هیچ وقت بیگدار به آب نزنه. به خاطر همین همواره پشت سر مردم حرکت میکرد و حتی بعد از قیامهای قم و تبریز با تأخیر چند روزه واکنش نشون داد. ولی خمینی میدونست که از این فرصت که براش ایجاد شده باید حد اکثر استفاده رو بکنه. به خاطر همین در سال 57 با سفر به فرانسه گام‌های بعدی رو برداشت که در برنامه بعد مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت. فعلا خدا نگهدار.